هفت از قبل سری ویرژن ها آیرون من که حتی خدایان رو شکست میرن، خدایانی مثل سلستیالا و افراد حتی بلند مرتبه که اصلا تانوس و اینا دیگه هیچ هم نمیدونم بازی برای سنگ ابدیت چیزی ویل مرتب. یوروفاق چطورید؟ خوش مایید به ویدیو جدید دیگه. من مهدی هستم، اینجا چنل ام دیو. آقا امروز همونطور که میدونی اومدیم با قوی ترین نسخه های آیرون من ببینیم که آقا خدایان رو چجوری سلاخی میکنن. اصلا نسخه هایی داره که خدایان رو راحت سلاخی میکنه. What? و اینکه بچه ها آخر ویدیو یه سورپرایزه، اینکه آقا ببینیم قوی ترین نسخه بتمن میزنه یا قوی ترین نسخه آیرون من. اینو همه تون دنبالشید از اونجا که میدونم های دنبال آیرون من ویس بتمنید، و اینکه از اونجا که میدونم آقا تقریبا مختلف سینما و کارکتر آیرون من که خفن بوده 40% کلن چنل ما از تقریبا 1000 تا سابسکرایبر فن اصلیشون آیرون منه. این ویدیو هم دیگه خوراکتون و همین دیگه لایک و کانتو سابسکرایبرتون نره که بزرگترین ما از ماست، و اینکه همین دیگه لیتس گو. آقا لیست از آخر به اوله، یعنی اول یکم جلوتره تو ویدیو نفر بچه ها 1, 2, 3, 4, 5, 6 یعنی خود خری نفر شیشم ما میخواییم بگیم کسی نیست جز آیرون من برتر، سوپریر آیرون من، کسی که شایعه شده بود که توی فیلم دکتر استرنج قرار بودش که باشه که نبود، کاپیتان مارول مزخرفی بود. ولی حالا بپردازیم به آیرون من برتر. بچه آیرون من برتر یه نسخه از تونی استارک که بچه به لباس سیمبیوتی دست پیدا میکنه، یعنی که لباس سیمبیوته. خب شما میدونید سیمبیوته شامل بنام و کارنج میشه، لباسش هی تمدید میشه از بین نمیره و انرژیش هی میره بالاتر، یعنی یه جورای انرژی این لباس بی نهایته، چیزی که همیشه آیرون من میخواسته بهش برسه. بچه سه تا سنگ ابدیت داره روی لباسش، سر و دوتا رو بدنش، و اینکه سر تانوس رو توی شیشه نگر میداره. اینو اصلا دیگه باورتون نمیشه فن آیرون من که اینقدر این بشر تو MCU زجه زد آخرم مرد سر تانوس، ولی این به راحتی کار تانوس رو یک سره کرده. نفر پنجم ما کسی نیست جز این فیمس آیرون مین. خب آقا حالا شاید بگید که این چیه، این چقدر شبیه دکتر دومه، آقا داستان چیه؟ بچه ها آیرون من نه، دکتر دوم توی یه سری از کومیکا به لباس آیرون من دست پیدا میکنه. حالا شاید بگید خب این که خیلی چیز خاصی نیست، ولی بذار جلوترش رو بگم. دکتر دوم بچه ها یه جادوگر فوق‌العاده از مارول، ویلن اصلی جنگ های پنهان اونجرز سیکرت وارز، و خیلی قدرتمنده. علاوه بر بدنش که از یه دونه فلز به شدت مقاوم تو دنیای مارول، از بزرگترین جادوگراست و خیلی حرفه‌ایه و راحت همه چیز رو میتونه کنترل کنه. و شما فرض کنید یه جادوگری که تغییر ماده و تغییر واقعیت داره لباس فوق‌العاده آیرون من هم پوشیده، و تو اون سری کمیکا لباسش هم خیلی قوی تر از حالت معمولی بوده، و یه جورایی میشه گفت ویلن دیگه، چون خود دکتر دوم هدف اهدافش خیلی خبیثانه است. بچه ها نفر پنجم دو تا میخوام تو این رده نام ببرم، آیرون لنتر. شاید بگید منظور گرین لنترنه، اینکه خب خیلی شبیه گرین لنتر هست. آقا آره درسته، سال 1997 توی یکی از کراس اوورهای مارول و دیزی آیرون من با گرین لنتر ترکیب میشه، یعنی آیرون من و هال جردن با هم دیگه ترکیب میشن و بچه ها قدرتشون فوق العاده میشه، یعنی همه فوتونهای سبز و تمام اشکالی که گرین لنتر میتونه بسازه رو آیرون من میتونه بسازه، و خیلی بچه ها انرژی بالایی دارن، انرژی سطح کیهانی، و اصلا حتی به تغییر واقعیت هم میتونستن برسن، و خب قدرتشون واقعا فوق العاده شده بود توی اون کمیک، و از فوتون‌های سبز و همینطور انرژی بالای لباس استفاده میکردن. توی همین رده بخوام بگم سوپریم استرنج آیرون من، کسی که دکتر استرنج شده بود توی مجموعه وات ایف که ما هنوز توی وات ایف اصلا ندیدیم همچین چیزی، کاشکی بسازنش. اینجوری بودش که بچه ها توی یکی از زمین ها آیرون من جادوگر اعظم میشه و
اینجوریه که بچه ها لباسش قدرت‌های جادوگر اعظم رو به دست میاره، داخل لباس تموم جادوهای عرفانی قرار داره و به جای این رکتور اصلی رو لباسش چشم آگاماتوه و خیلی جادوگر قدرتمندیه. اتفاقا شما تصور کنید لباسش حالت عادی قویه، راکتورش راکتوریه که انرژیش ممکنه تخلیشه، ولی با چشم آگاماتو خیلی قدرتمند میشه و همینطور کل جادوها توی لباسش قرار داره. این هم هشتا بود. بچه آیرون وارپ، آیرون وارپ کیه؟ یه کسی که تو سری کومیکا تور با آیرون من مخلوط میشن، تلفیق میشن. مثل بیلزا مخلوط نشستم به در نگاه میکنم. بعد آقا اینجوری داستان که تور با آیرون من قاطی میشه و بچه ها داخل اون لباس یه دونه جاودانگی مجانی و رایگان برای آیرون پدر سگ حاضر میشه، یعنی که جاودانه میشه و علاوه بر اون به قدرت استقامت خدایانی که خود تور داره دسترسی پیدا میکنه و پوچ رو میتونه بلند کنه و خیلی مفتکی این تو مردک قدرتشو گرفتی دیعنه تو سرویس خیلی آزاخیته، خیلی مفتکی بوده این تو خدا وکیلی. ولی دوتا نسخه اول بچه ها خیلی نزدیک به همه این دوتا که خدا کش هستن. دومین نسخه کسی نیست جز گاد کیلر آرمون آرمور آیرون من. و آقا حالا شاید بگید که خب این از اسمش به علامه گاد کیلر خدا کش یه همچین چیزی دیگه. بچه ها داستان از این قراره که یادم رفت به کی را نه داستان از این قراره که بچه ها توی سری کمیکا همین گاد کیلر آرمور اینجوریه که آسپیریانت ها اگه درست اسمشو بگم با سلستیالا دعواشون میشه. سلستیالا خیلی قدرتمندن. بچه گالاکتوس یکی از نهادهای مهم مارول شکست دادن، تو فیلم اترنالز هم دیدیمشون. بچه ها یه لباسی رو میسازن به نام همین گاز کیلر آرمور، بعد میرن و فایت میدن. بچه ها خیلی از سلستیالا هم سلاخی میشه و بعد اون جریان ها گاد کیلر آرمور رو میندازه اصلا یه گوشه دیگه باش کار نمی کنن و بچه ها یه دانشمندی بالا اون میره بالا سر اون و میبینه که آقا این میزبان نمیگیره، هر کی توش میشینه اصلا کار نمی کنه. بچه ها برای پسر تونی، نه پسر تونی چی دارم میگم، برای تونی استارک آقا اینو در نظر میگیره و تونی استارک رو میاره و میگه آقا تو قطعا میتونی میزبان این شی و اینو برونی. و بچه ها تونی استارک هم نمیتونه و از همون به بعد دانشمند ناامید میشه، عصبی میشه، میزنه در دیواری و خوش اینجوری میزنه و میگه که آقا برو گم شو تو این لباس هم که من این همه آدم رو کشتم به خاطرش و اینا که بتونه به بشریت کمک کنه اصلا میزبان نمیگیره. و بعدها آیرون من از روی گاد آرمور کیلر یه دونه کپی میسازه و لباسش میشه که بچه ها خیلی قدرتمند، انرژی کیهانی اصلا آسمانی، خیلی اصلا آیرون من لباسش اکثرا زمینیه، این چیزی فراتره تو کیهانه و حتی میتونه سلستیال بکشه چون اصلا هدف این لباس کشتن سلستیال بود، خیلی قدرتمنده دیگه و میتونه خدایان دیگر رو بکشه. اولین لباس کسی نیست جز زیران آیرون من. حالا شاید بگید تو شاید اون تلفظش رو اشتباه میگم، زیران زیران یه همچین چیزیه. و بچه ها داستانش از این قراره، سلستیالا بازم به سلستیالا دهن سرویس دیوز داره. سلستیالا بچه خودشون یه سری زره میساختن، یعنی ببینید خودشون با این قدرت زره میسازن، اون زره چقدر قدرتمنده که میخواستن بسازن دیگه، یعنی خودشون کفاف نبودن بعضی موقع با اون قدرت. یه دونه آزمایشگر و دانشمندی داشتن و تانوس اونو میکشه و گروه فانتاستیک فور جدید که شامل تونی استارک، هالک، ولورین و اسپایدرمنه، خیلی عجیبه این گروه هم که هیچی از اعضاشون نیست از اصلی فانتاستیک فور، میرن و این دانشمند و محلش رو پیدا میکنن با تغییر نمیدونم ماهواره ای و نمیدونم این و اونجا عوض کن از این حرکت در سرویسی آیرون من با آیکیوش دیگه. خب میره پیدا میکنن و میبینن یا علی یا کشمسک این لباسا دیگه چیه، این لباسا بچه ها لباسایی که بود که سلستیال خواسته بودن طراحی کنن و خب شما نیا کنید چقدر باید فوق العاده باشه که یه سلستیال با اون قدرت بگه آقا اینو طراحی کن واسه ما، واقعا فوق العاده است. و اینکه داستان از چه قراره، بچه ها آیرون من میبینه که این لباس فقط روی تمرکز و ذهن سلستیالا فعال میشه با تکنولوژی مستر فانتاستیک یا همون مرد شگفت انگیز خودمون
تغییر میده دستورات لباسو و روی افکار و ذهنیت انسان ها هم کار میکنه و آیرون مان اونطور میشینه این لباس بچه ها کیهانیه، ستاره های کنهار و کیهان و قدرتش رو تحمل میکنه و بچه های سلستیال به تنهایی کل قدرت منظومه شمسی رو نمیتونه مختل کنه که این لباس میتونه بکنه و اینکه بچه ها سلستیال ها رو راحتی میتونه سلاخی کنه، کاری که بچه ها یکی مثل سنتری که تو ویدیو گفتم قویترین انتقام جو اومده بود نسلشون رو ریشکن کرده بود و این لباس میتونه چند تاشون رو راحت از سلستیال ها رو ناک اوت کنه. بچه لباس دیگه بودن مثلا یکیش مثل گاد باستر که شبیه گاد کیلر بود، مثلا کردم ویدیو یکم مختصر تر باشه ولی کامل. آقا هر کی از من بهتون گفت قوی ترین سلاشی، آقا بیا این ویدیو رو بشنشون بده، تموم شد. بچه اصلا یادم رفت اینو بگم، در مقایسه قوی ترین نسخه بتمن با قوی ترین نسخه آیرون من یعنی همین زیران یا گاد کیلر، باید بگم که قوی ترین نسخه بتمن میبره چون شاهکار بزرگتری داره و خالق مولتیورس رو از بین برده، مولتیورس رو از بین برده و خب دیگه واقعا این نسخه های آیرون من شاید به زور به تر مولتیورس برسن یه همچین چیزی یا مثلا افراد مولتیورسی رو نابود کنن، ولی یه کسی که کلن خالق مولتیورس رو زده از ریشه نابود کرده به نظر من شکست میده و اون نسخهش هم نمیگیم، اتفاقا قراره که ازش ویدیو بسازیم. همین دیگه اونده که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، نسخه های بتمن، گوست رایدر، تانوس، همه اینا تو راه، این سری ویدیو ها قرار نیست فعلا تموم شه و همین دیگه، تا ویدیو دیگه بدرود.